آیا تاکنون از خود پرسیده اید که مرزهای جهان ما تا کجا هستند؟ دقیقا تا کجا می تواند باشد؟ می توانم حدس بزنم که نه تنها شما بلکه هیچ کس دیگر جواب رضایت بخشی در این مورد ندارد. حتی اگر ساعتها وقت صرف فکر کردن بر روی این مسئله کرده باشید. جای تعجب نیست که جهان مانند افقی است که شما یک قدم به جلو بر می دارید و آن دو قدم از شما دور می شود. و یا مانند این است که به دور خودمان بچرخیم. جالب این است که تعداد زیادی از اکتشافات فضایی واقعا جذاب و دیدنی در این مورد وجود دارد که در این برنامه به مهمترین آنها میپردازیم و یک سفر بسیار هیجان انگیز را در پیش رو خواهیم داشت. پس محکم روی صندلیاتون بشینید و آماده رفتن به این سفر شوید. در ابتدا یک سوال از شما میپرسم. به نظر شما کیهان از چه چیزهایی تشکیل شده است؟ یعنی در داخل این فضا چه چیزهایی است؟ خب سوال خیلی ساده ای است. همه چیز در داخل کیهان هست. ولی بیایید بر اساس کلیات آن را طبقه بندی کنیم. خوشه های ستاره ای، گرد و غبار و گاز هیدروژن و هلیوم در همه جا. ماده تاریک، سیارات، که همه توسط انرژی گرانشی به هم متصل هستند. همه در داخل یک کهکشان با توجه به مرکز آن در حال حرکت هستند. یعنی همه چیز در حرکت است، هم دورانی و هم مستقیم، که فاصله آنها را با مگاپارساک اندازه‌گیری می‌کنیم. بیایید کمی دورتر را نگاهی بیاندازیم. کهکشان اندرومیدا که در نیمکره شمالی کهکشانمان دیده می‌شود. ابر مجلانی که بزرگ و کوچک که در نیمکره جنوبی دیده می شود و کهکشان M33 که در صورت فلکی مثلث واقع است. یک سوال، آیا می دانید چند کهکشان در کل فضای قابل رؤیت وجود دارد؟ تعداد دقیق آن مشخص نیست و کسی نمی داند که چه تعداد از آن در آن بیرون وجود دارد، اما تعداد آنها ممکن است به 2 تریلیون برسد و فقط در قرن حال حاضر امکان مشاهده برخی از آنها وجود دارد. در اوایل دهه 1990 تنها 30 کهکشان ثبت شده بود. 30 عدد نه بیشتر، که واقعا خنده آور است که چطور در طول 2 دهه تعداد آن به میلیاردها رسیده است. حالا ما می توانیم مجموعه کهکشاناتی را ببینیم که به صورت گروهی در کنار هم قرار دارند. این مجموعه کهکشانی یک سوراخ بزرگ در فضا ایجاد می کند. آن هم توسط یک ابر فراعظیم از ماده تاریک و به عنوان ابرخوشه ویرگو شناخته می شود. بیایید بفهمیم که چرا در طول این 20 سال توانستیم این همه به اطلاعاتمون اضافه کنیم و یا چه اتفاقی در علم رخ داده است. پس از پرتاب تلسکوپ هابل در اوایل دهه 1990، اطلاعات در مورد کهکشان‌های جدید به طرز چشمگیری افزایش یافت. کهکشانات آنقدر زیاد هستند که ما مجبوریم آنها را به چند دسته تقسیم کنیم. کلاس اول کهکشان‌های ماهواره‌ای یا همراه هستند و یا کمپانیون گالکسیز. این گونه کهکشانات در اصل به دور یک کهکشان بزرگ می‌چرخند و متعلق به آن کهکشان هستند. کلاس دوم کهکشان‌های مارپیچ هستند که به علت داشتن یک مرکز پر شده از ستاره و همچنین شکل دیسک مانندش معروف است. کهکشان‌های عدسی یا کهکشان‌های بیضوی و کهکشان‌های مارپیچی مانند راه شیری خودمان در این گروه قرار می‌گیرند. و کلاس سوم کهکشان‌های نامنظم هستند. این گونه کهکشان‌ها نه یک مرکز واحدی دارند و نه بازوی مارپیچی. قطر تقریبی هر یک از آنها از 5 تا 250 کیلو پارسک یا 16 تا 800 هزار سال نوری است. بزرگترین کهکشان شناخته شده تا به امروز IC-1101 نام دارد و دارای قطر بیش از 6 میلیون سال نوری است. مشکل اصلی شناخت ساختار یک کهکشان اطلاعات بسیار کم ما از رمز و راز ماده تاریک است.
اعتقاد بر این است که ماده تاریک حدوداً 90% جرم کل یک کهکشان را تشکیل می‌دهد، اما می‌تواند در یک کهکشان دیگر به کمتر از 5% نزول پیدا کند. کدام یک از این کهکشانات می‌تواند نزدیکترین به ما باشد؟ بسیاری فکر می‌کنند که نزدیکترین کهکشان اندرومیدا است که در فاصله 2.5 میلیون سال نوری از ما قرار دارد. اما نزدیکترین کهکشان در میان بزرگترین کهکشانات ماربیچی است. در واقع کهکشان کوتوله کنز میجور نزدیکترین کهکشان به ما است. این نام برای ما بسیار آشناست. بله، نام یکی از بزرگترین ستارگان آسمان است. این کهکشان نیز به گروه محلی یا لوکال گروپی که کهکشان ما هم در آن هست تعلق دارد. این کهکشان احتمالاً 1 میلیارد ستاره دارد که اکثر آنها ستارهای قوله سرخ هستند. این کهکشان به عنوان یک کهکشان نامنظم طبقه بندی می شود و رسماً نزدیکترین همسایه به ما است. کهکشان کنز میجور 25 هزار سال نوری از منظومه شمسی و 42 هزار سال نوری از مرکز راه شیری فاصله دارد. این کهکشان در نوامبر 2003 توسط یک تیم بین المللی از ستاره شناسان کشف شد. علی‌رغم موقعیت نزدیک آن به زمین، تشخیص این کهکشان آسان نبوده است، زیرا در سمت دیگر صفحه راه شیری قرار دارد، منطقه‌ای که با گاز ستارگان و گرد و غبار زیاد پر شده است. دومین همسایه ما کهکشان کوتوله سجتاریاس است که قبلا نیز نزدیکترین محسوب می‌شد، ولی خب اشتباه بود. این یک کهکشان ماهواره‌ای که دارای ساختار بیضوی مشخصی است که مدارش از روح راه شیری عبور می‌کند. این شیء شامل 4 خوشه ستاری کروی است که اولین آنها در سال 1994 کشف شد و نهایتاً منجر به کشف خود کهکشان هم شد. قطر آن حدود 10 هزار سال نوری است و حدود 70 هزار سال نوری از زمین و 50 هزار سال نوری با هسته راه شیری فاصله دارد. به لطف این کهکشان است که راه شیری ساختار بازویی خود را به دست آورده. بر اساس مشاهدات، بازوهای کهکشان راه شیری ممکن است در نتیجه برخورد با کهکشان سجتاریاس به دست آمده باشد. این جسم در حال حاضر در مرحله ادغام با راه شیری قرار گرفته است که در حدود 150 میلیون سال پیش چندین بار از صفحه کهکشانی ما عبور کرده است که درست با داده‌های دریافت شده توسط تلسکوپ گایا تطابقت دارد. هنگام صحبت در مورد نزدیکترین کهکشانات، ما نمیتوانیم از دو ابر مجلانی که کوچک و بزرگ صحبت کنیم، زیرا آنها دو کهکشان کوتوله هستند که به عنوان قمرهای راه شیری محسوب میشوند. ابر مجلانی که بزرگ را میشود در ناحیه بین صورت فلکی دورادو و منسا در نیمکره جنوبی پیدا کرد. به همین دلیل بعید است که بتوانیم آن را از نیمکره شمالی و همینطور اوراسیا ببینیم. این کهکشان تقریباً 10 برابر کوچکتر از کهکشان ما است و تقریباً 30 میلیارد ستاره دارد. اما جرم این کهکشان حدود 300 برابر کوچکتر از کهکشان ما است که مقام 4 را در میان همه کهکشان‌ها در گروه محلی به آن تعلق می‌گیرد، که توسط نیروی گرانش ثقول، یعنی کهکشان اندرومیدا، کهکشان راه شیری و کهکشان مثلث تکه تکه شده است. WHG-64 یکی از شناخته ترین پدیده های این کهکشان است. این یک ستاره غول‌پیکر است که 1540 مرتبه بزرگتر از خورشید است، که اگر در هسته منظومه شمسی قرار بگیرد، عرضش میتواند به مدار زحل برسد. راه شیری و ابر مجلانی که بزرگ، پیش بینی میشود که در مدت زمان تقریبی 2.5 میلیارد سال بعد به هم برخورد کنند. و برادر کوچکش، ابر مجلانی که کوچک، این یک کهکشان بسیار کوچک است که در گاز هیدروژن خنثا شده غرق شده. این کهکشان 60 کیلوپارساد با ما فاصله دارد که تقریباً 195 هزار سال نوری می شود. در صورت فلکی توکانا واقع شده و نور بسیار ضعیفی دارد. تصور می شود که در حدود 1.5 میلیارد ستاره در ابر مجلانی که کوچک وجود داشته باشد.
طبق داده های منتشر شده در سپتامبر 2014 راه شیری به احتمال زیاد تا 4 میلیارد سال دیگر با این همسایه کوچک خود برخورد خواهد داشت. تعداد کهکشان های ماهواری در راه شیری برابر با 18 است، اما تعداد سیستم های بزرگ کهکشانی نزدیک به ما به 115 میرسد. اگر تا به الان از دیدن این برنامه لذت برده اید، پس حتما ویدیو را لایک کنید و اگر عضو کانال من نیستید، همین الان دکمه سابسکرایب را بفشارید. میدانستید کشف این گونه کهکشانات میتواند به ما بینشی درباره سیارات جدید شبیه به زمین بدهد و منجر به کشف اشکال حیات در خارج از کهکشان شود؟ یکی از ایده های عالی که دید بشر را نسبت به کیهان تغییر داد، زمانی اتفاق افتاد که نیکولاس کوپرنیک ثابت کرد زمین در مرکز کیهان واقع نشده است. و همینطور دستیابی به موفقیت در قرن 20 هنگامی اتفاق افتاد که ادوین هابل به جهانیان نشان داد که کهکشان‌ها در حال دور شدن از یکدیگر هستند. این ایده باعث شد که بینش جهان بی انتها از بین برود و در نتیجه یک نظریه جدید شکل گرفت: انفجار بزرگ. امروزه اطمینان داریم که ابعاد جهانی که در آن زندگی می‌کنیم بسیار بزرگ است. جستجو در مورد مرزهای کیهان ما را به یک موفقیت علمی دیگر هم نزدیک می‌کند. در حال حاضر دانشمندان فقط می‌توانند از مرزهای حرف بزنند که جرم در آن هست و این منطقه را جهان قابل رؤیت می‌نامند و مرز این جهان را افق رویداد و یا افق کیهان می نامند. اجسام موجود در افق کیهان دارای نور قرمز هستند، یعنی دائما در حال دور شدنند. تخمین زده می شود تعداد کهکشانات موجود در جهان قابل رؤیت بیش از 500 میلیارد است و با پیشرفت روزافزون تجهیزات این تعداد به طور منظم در حال افزایش است. اما جهان قابل رؤیت امروزه چقدر بزرگ است؟ فاصله تا دورترین اجرام قابل مشاهده تقریبا 14 میلیارد پارسک در تمام جهات است. بنابراین جهان قابل مشاهده کره‌ای است با قطر حدود 93 میلیارد سال نوری. اگر مرکز را منظومه شمسی قرار دهیم، یعنی این مرکز بر روی ناظر قرار دارد و مساحت آن برابر با 350 کوین ویگینتیلیون متر مکعب است. و این رو هم بدانید که نوری که از آن اجرام به ما میرسد متعلق به 13.8 میلیارد سال پیش است و موقعیت آن جرم به طور بسیار زیادی تغییر کرده است که ما آن تغییرات را 13.8 میلیارد سال بعد خواهیم دید. امیدوارم تا اینجای ویدیو مطالب را فهمیده باشید و اگر هم سوالی دارید حتما در قسمت کامنت آن را به ما ارسال کنید. این فرایند نتیجه وجود ماده و انرژی در سرتاسر فضا است. هر جایی که ماده وجود داشته باشد نیروی جاذبه هم وجود دارد و این دو به هم گره خوردند. بنابراین کیهان دو حالت خواهد داشت: یا تحت تأثیر گرانش کوچک می شود و یا تحت تأثیر انرژی تاریک منبسط می شود. همچنین باید بگویم که هیچ مرکز واحدی برای انبساط جهان وجود ندارد، درست مثل اینه که فضایی برای گسترش جهان وجود ندارد و فراتر از مرزهای کیهانی این گسترش ادامه می‌یابد، یعنی فضای بیشتری به کیهان ما داده می‌شود یا می‌گیرد و یا هر چیزی. اما چرا این نیرو بر روی ما تأثیر ندارد و چرا ما نمی‌توانیم آن را حس کنیم؟ زیرا نیرویی که اتم‌ها و مولکول‌های ما را در کنار هم نگه داشته اجازه نمی‌دهد که تحت تأثیر انبساط فضا منفجر شویم. فاصله ما تا دورترین جسم قابل مشاهده تقریباً برابر با 14 گیگا پارساک است یا 46 میلیارد سال نوری. GNS-11 دورترین کهکشان نسبت به زمین است. نور آن در حدود 13.4 میلیارد سال را طی کرده تا به ما رسیده، یعنی این جسم در کمتر از 400 میلیون سال پس از انفجار بزرگ شکل گرفته است. اما به دلیل گسترش مداوم جهان فاصله امروز ما با این کهکشان تقریبا 32 میلیارد سال نوری است. ممکن است به این نتیجه برسیم که سرعت آن کهکشان بیشتر از سرعت نور است، اما بر اساس تئوری نسبیت هیچ چیزی نمیتواند از نور سریع‌تر باشد.
بنابراین یا نظریه نسبیت و فیزیک مشکل دارد و یا اطلاعات دریافتی ما از این کهکشان درست نیست. اما صبر کنید، در اینجا فضای میان دو جسم در حال انبساط است، پس نظریه نسبیت درست است. این جسم ظاهراً یکی از اولین کهکشان‌های تشکیل شده است و احتمالاً نزدیکترین توده ستاره‌ای به لبه جهان قابل رؤیت. آیا تا به حال چیزی درباره کهکشان متا شنیده اید؟ می‌دانید این کهکشان در کجاست و یا چگونه است؟ کهکشان متا اولین کهکشانی است که پس از انفجار بزرگ شکل گرفت. البته دقیق نمی‌تونم آن را توضیح دهم، ولی از نظر تئوری لبه این کهکشان می توانست به نقطه تکینگی کیهانی برسد، که دقیق مفهوم این موضوع را نمی فهمم و پیشنهاد می کنم خودتون یک تحقیق در این مورد داشته باشید. اما چیز جالب در این مورد این است که تقریبا 380 هزار سال پس از انفجار بزرگ رخ داده است، زمانی که جهان به اندازه کافی برای ظهور اتم ها خنک شده بود و می تواند تصویری از کیهان در دوران کودکیش باشد که زمان قبل از شکلگیری اولین ستاره ها را به تصویر می کشد. این احتمال وجود دارد که جهان بی نهایت امتداد داشته باشد و در آنجاست که مرزهای فرضی ایجاد می شود و اجسام فراتر از این مرز دیگر متعلق به جهان ما نیستند و به عنوان جهان موازی محسوب می شوند. اما اگر جهان در حال گسترش است، ممکن است اشیایی که اکنون قادر به مشاهده آنها هستیم دیر یا زود از میدان دید ما ناپدید شوند. اگر انبساط جهان به طور نامحدود ادامه یابد، کهکشانهای فراتر از ابرخوشه ما دیر یا زود فراتر از افق کیهان عقب میمانند، در نتیجه برای ما نامری میشوند. هر نوع ارتباطی فراتر از مرزهای جهان قابل مشاهده غیر ممکن شده و هر گونه تماس بین اشیا از بین خواهد رفت. زمین، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری و ابرخوشه ما تنها قابل دیده شدن خواهد بود و فراتر از آن دیگر غیر قابل رؤیت است. مسئله جهانهای موازی و اجرام چند جهانی همچنان یک بحث و جدال در میان دانشمندان است. اجرام چند جهانی اجرامی هستند که در یک زمان در دو یا چند جهان هستند که در نتیجه ادغام جهانهای موازی با هم هستند، گرچه دانشمندان آنها را به روش‌های مختلفی تفسیر می‌کنند. برخی از آنها ادعا می‌کنند جهان ما چند بعدی است که جهان سه بعدی ما فقط یکی از لایه‌های آن است، و برخی دیگر به نظریه جهان‌های بی‌نهایت کاملاً جدا از هم اعتقاد دارند، یعنی دریچه‌ای به دنیای دیگر که فراتر از منطقه قابل مشاهده جهان ما است. برخی از نظریه‌ها بر مبنای افق کیهانی هستند. با توجه به این مفهوم ما هرگز نخواهیم توانست فراتر از افق رویداد را نگاه کنیم، زیرا سرعت فوتون‌ها کمتر از سرعت گسترش جهان قابل مشاهده است. طبق این نظریه همه کهکشان‌های پیرامون ما روزی فراتر از افق کیهان خواهند رفت. به نظر می‌رسد که زمان در آنها متوقف شده است. علم هم نمی‌تواند پاسخ مشخصی به این سوال ارائه دهد. اما شاید با ساخت تجهیزات پیشرفته تر بتوانیم تغییری در این روند ایجاد کنیم و شاید بشود چیزی را کشف کنیم که داستان کیهان را به کلی تغییر دهد. جهان ممکن است نوعی کره باشد و سفر بر روی آن ممکن است درست همانند سفر روی سطح کره زمین باشد. اما به نظر من این بعید است. به نظر شما چطور؟ برای رسیدن به لبه جهان قابل مشاهده 46 میلیارد سال طول می کشد، حتی اگر با سرعت نور حرکت کنیم. اما وقتی به این نقطه می رسیم، به همان اندازه فاصله او از ما دور می شود. این احتمال هم وجود دارد که هیچ چیز بزرگی فراتر از جهان قابل مشاهده نباشد و شاید فقط یک ابر مخروط از هیدروژن هلیوم و چند عنصر دیگری بیش نباشد. و ممکن است هرگز نتوانیم ریشه های جهان خود را کشف کنیم و برای همیشه ناشناخته باقی بماند. در سال 1967 یک سری نشانه های عجیب توسط یک تلسکوپ رادیویی شناسایی شد.
آن یک تبختر است که در آن زمان هنوز شناخته نشده بود و نتایج مشاهدات برای چندین ماه مخفی نگه داشته شد. ابتدا با نام IGM-1 شناخته می شد که مخفف مردان سبز کوچک است. به این علت چنین نامی را بروی آن گذاشتند، چون که این پالس های کاملا منظم یک پدیده طبیعی نبودند و تصور می شد سیگنال های با منشأ مصنوعی است که توسط فضایی ها منتقل شده است. علاوه بر این، تیم دانشمندان تحت نظارت جوسلین بل 3 منبع دیگر از این سیگنال های مشابه را کشف کردند. بررسی این پدیده 7 سال طول کشید و بعداً توانست جایزه نوبل را از آن خود کند. این تپختن اولین پدیده ثبت شده در نوع خود بود. منبع آن چندین سال بعد در صورت فلکی ولپکیولا یا روباه کوچک کشف شد که 2283 سال نوری از ما فاصله دارد. اطلاعات مربوط به PSRB-1919+21 در فوریه 1968 علنی شد و تا سال 1969 تعداد پالس های شناسایی شده از این نوع به 27 عدد رسید و اصطلاح تبختر به عنوان نام رسمی این اشیا گذاشته شد. اولین منبع کشف شده از این سیگنال جسمی بود که به آن لقب PO-943 دادند که توسط ستاره شناس شوروی در صورت فلکی لئو مشاهده شد. یکی از گسترده ترین تفکرات در آن زمان در مورد این کشف این بود که همه تپنده ها در واقع چراغ های رادیویی فوق‌العاده قدرتمند تمدن های فرازمینی هستند. طولی نکشید که ستاره شناسان به این نتیجه رسیدند که سیگنال های منظم به احتمال زیاد توسط ستاره های نوترونی ساطع می شوند. امروزه تصور می شود که این تکانه ها در نتیجه چرخش ستاره های نوترونی به وجود می آیند و در واقع پرتوهای نازکی از امواج رادیویی هستند. تقریبا 1790 تپختر تا سال 2008 کشف شده است. همه آنها منابع قدرتمندی برای انتشار امواج رادیویی در فضا هستند و خوشبختانه نزدیکترین آنها به خورشید ده ها سال نوری فاصله دارد. پس از اینکه تپخترها برای اولین بار کشف شدند، روز به روز منابع ضرباندار با ماهیت‌های مشابه توسط ستاره‌شناسان ثبت می‌شوند. آنها به عنوان منابع قدرتمند انتشار اشعه ایکس شناخته می‌شوند. بنابراین نام پلسال اشعه ایکس برای آنها گذاشته شد. تپختن اشعه ایکس نیز ستاره‌های نوترونی مغناطیسی هستند. تپخترهای اشعه ایکس توسط دیسک‌های ماده خود کار می‌کنند. یک دیسک از مواد ستاره همراه و ستاره همراهش نیز در نهایت به یک کوتوله سفید تبدیل خواهد شد. بنابراین سرعت، جرم و چرخش تپخترهای اشعه ایکس به تدریج در طول دوران زندگیشان افزایش پیدا می کند. در مورد تپخترهای رادیویی که درست برعکس قبلی هستند، با گذشت زمان سرعت آنها کاهش می یابد. مثلا تپخترهای رادیویی به طور متوسط یک چرخش را در مدت زمان چند ثانیه یا چند دهم ثانیه انجام می دهد. اما تبخترهای اشعه ایکس صدها چرخش را در همین زمان انجام می‌دهد. یکی از اجرام آسمانی از این نوع که اخیراً کشف شده تقریبا نزدیک به سیستم ما واقع شده است. J1023O38 که در سال 2017 توسط ستاره شناسان کشف و شناسایی شده. این اولین کشف یک تبختر نوری میلی ثانیه‌ای است که در هر ثانیه ده ها مرتبه به دور خود میچرخد. سرعت چرخش این تبخترها چندین برابر از تبخترهای معمولی بیشتر است. آنها بخشی از سیستم‌های باینری را تشکیل می‌دهند و سرعت چرخش آنها به سرعت باور نکردنی افزایش می‌یابد که نتیجه از کشیدن مواد از دیسک گازی اطرافش است که توسط یک ستاره هموزن از آن تولید می‌شود، یعنی خوراک ستاره نوترونی. لازم به ذکر است که وقتی یک ستاره نوترونی در مرحله بلعیدن مواد خود است، ما آن را به عنوان منبع اشعه ایکس می‌بینیم. وقتی که سرعت کشیدن مواد کاهش می‌یابد، تابش پالس روشن را می‌توان در رادیو و طیف گاما مشاهده کرد.
تا به امروز چندین پلسار دیگر از این نوع شناخته شده است که بین گونه اشعه ایکس و گونه طیف رادیویی نوسان دارد. با این وجود این اولین تبختری است که با چنین سرعتی میچرخد. J10-23O38 هر چرخشش حدوداً 1.69 میلی ثانیه است که 169 هزارم ثانیه طول میکشد و 4.5 هزار سال نوری با ما فاصله دارد. جرم ستاره همراه آن به اندازه خورشید است و هر دورانش به دور ستاره بزرگ 4.5 ساعت طول میکشد. اگرچه این جسم در ابتدا یک تبختر رادیویی بوده و با گذشت زمان بر جرم و سرعت چرخشش اضافه شده است و آن را به یک تبختر اشعه ایکس تبدیل کرده. اما این ستاره نوترونی یک ویژگی خاص دارد که دانشمندان را سردرگم می کند. جرم آن ستاره نوترونی کمتر از آنچه که باید باشد است و احتمال می رود که بادهای شدید خورشیدی ستاره میزبان باعث اختلال در دیسک دورانی پلسار شده و مانع از تشکیل آن می شود. بنابراین این پلسار رشد بسیار کمتری نسبت به هم نوعان خود دارد. در آینده اختر فیزیکدانان قصد دارند مشاهدات بیشتری را برای مطالعه فرایندهای این سیستم باینری انجام دهند تا از راز این ستاره مرگبار اطلاعات دقیق تری را پیدا کنند. NGC-5907X1 درخشان ترین تبختر کشف شده است. این تبختر یک منبع اشعه ایکس فوق‌العاده روشن است که در سال 2017 کشف و شناسایی شد. به طرز حیرت انگیزی در هر چرخشش به اندازه‌ای که خورشید در 3.5 سال انرژی تولید می‌کند، انرژی‌اش را آزاد می‌کند. اختر فیزیکدانان معتقد بودند که این منابع اشعه ایکس بسیار درخشان سیاه‌چاله‌هایی هستند، اما پس از کشف و تحقیق بر روی آنها مشخص شد که یک تبختر است. این جسم تقریباً 50 میلیون سال نوری از خورشید فاصله دارد. سرعت چرخش آن متغیر است. به عنوان مثال در سال 2003 دوره چرخش تبختر 1.43 ثانیه بود، در حالی که در سال 2014 به 1.13 ثانیه کاهش یافت. فقط برای مقایسه، اگر زمین ما قادر باشد سرعت چرخش خود را به همان شیوه تغییر دهد، یک روز فقط 19 ساعت طول می کشد. دانشمندان این احتمال را می دهند که این یک تبختر چند قطبی است. تمدن ما به جلو حرکت می کند که می شود انتظار داشت که در این قرن تعداد دیگری از پدیده‌های ناشناخته در گذشته را آشکار کند و ممکن است به زودی به یک نقشه کامل عظیمی از جهان برسد. تراپیست وان یک ستاره منفرد با سیستم سیاره‌ای است و حداقل 3 سیاره در منطقه قابل سکونت دارد. بیایید با جزئیات بیشتری به آن نگاه کنیم. فاصله بین این سیستم و خورشید ما 39.5 سال نوری است. این سیستم سیاره‌ای در سال 2016 کشف شد. این ستاره از لحاظ ابعاد یک کوتوله قرمز از نوع طیفی است و تنها 12.1 درصد شعاع خورشید است. فقط برای مقایسه، حتی از مشتری هم کوچکتر است. جرم تراپیستوان 27 هزار برابر زمین است، اما در این حال 0.8 درصد جرم خورشید را دارست که میانگین دمایش به 2500 درجه کلوین میرسد. درخشندگی آن هم 1900 برابر ضعیفتر از خورشید است. 3 روز زمینی 1 روز این سیستم است و 7.5 میلیارد سال عمر کرده است که تقریبا 3 میلیارد سال از خورشید پیرتر است. جالب این است که این ستاره در حال نزدیک شدن به ماست. این سیستم در سال 2016 توجه بسیاری از دانشمندان و ستاره شناسان را به خود جلب کرد. 3 سیاره این سیستم با نام‌های تراپیست وان بی، تراپیست وان سی و تراپیست وان دی هستند. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر یک سیاره مثل کره زمین پیدا شود چه می شود؟ آیا می دانستید که دید ما نسبت به جهان چقدر عوض می شود؟ و این احتمال که موجودی مثل من و شما در آن بیرون باشد، اما در یک سیاره دیگر.
چه هستند، چگونه هستند و در کجایند؟ شاید در این سیاره یا سیارات. کشف 4 سیاره زمین مانند توسط ستاره شناسان با نام‌های تراپیست A, F, G و H که با کمک تلسکوپ اسپیتزر توانستند آنها را رصد کنند. بنابراین تعداد کل سیارات در این سیستم به 7 رسیده و در سال 2016 پارامترهای این سیارات با جزئیات بیشتری تعریف شده است. همه این 7 سیاره از نظر ابعاد تقریبا با زمین یکسان هستند. شعاع آنها از 71% تا 1.13% زمین است. این سیارات از 1.5 تا 2.5 روز به دور ستاره اصلی خود میچرخند. طبق گفته فیزیکدانان نجومی این سیارات درجه حرارتی برابر با زهره داشتند، اما بعد از اینکه جرم و چگالی آنها به صورت دقیق‌تر اندازه‌گیری شد، مشخص شد که درجه حرارت آنها بسیاری از آنچه که گفته شده است پایین‌تر است. تراپیست وان بی دومین سیاره نزدیک به ستاره است که احتمالاً حاوی مقدار زیادی آب و سایر عناصر معدنی است. این اطلاعات جدید دانشمندان را قادر می‌سازد تا در مورد سایر سیارات کشف شده نیز اطلاعات بیشتری کسب کنند. تراپیست واندی برای چرخش به دور ستاره به 4 روز نیاز دارد. یعنی هر روز زمینی 6 ساعت این سیاره است. البته بر اساس میزان طول ساعت در این سیاره، نه سیاره زمین. شعاع آن 77% شعاع زمین است که دوره مداریش 6.1 روز است. اما درباره تراپیست وان اف که 1 روزش 9 روز زمینی طول می کشد و شعاع آن هم 1.4% زمین است و تراپیست وان جی 12 روز و شعاع آن 1.13% شعاع زمین است. تراپیست وان اچ آخرین و مهمترین سیاره این سیستم است و با دوره چرخشی 18 روز و شعاع 0.7 سیاره ما دورترین سیاره از این ستاره میزبان است. لازم به ذکر است که به دلیل تجزیه و تحلیل 6 سیاره اول احتمال می‌رفت که فاقد آب مایع هستند، اما بعداً مشخص شد که آنها حاوی مقدار زیادی آب و سایر عناصر معدنی هم هستند و شاید هم موجودات زنده در آنجا وجود داشته باشد، آن هم نه بر روی 1 سیاره بلکه 3 یا 4 سیاره آن. بعضی از این سیارات ممکن است کاملا از آب تشکیل شده باشند. فقط تراپیست وان سی دارای جرمی بزرگتر از زمین است که نشان دهنده وجود بیش از 50% آهن در ترکیب آن است. 3 سیاره دی، ای و اف کاملا در منطقه قابل سکونت قرار دارند. گفته می شود که سیاره بی به دلیل دمای بالای 127 درجه سانتیگراد آب را در حالت بخار نگه می دارد. اما طبق مدل های پیشنهاد شده در دانشگاه کارنل، منطقه قابل سکونت تراپیست وان ممکن است گسترده تر باشد و اجازه می‌دهد هیدروژن آتش فشانی به طور بالقوه به عنوان گاز گلخانه‌ای عمل کند تا سیاراتی که کمی دور هستند بتوانند آب را به حالت مایع نگه دارند. بنابراین ممکن است 4 سیاره در منطقه قابل سکونت باشد. چگالی تراپیست وان اف نیز نسبتاً کم است و این احتمال می‌رود که یک سیاره کاملاً اقیانوسی باشد. این سیارات ممکن است شرایط مابین زمین و سیاره مریخ داشته باشند. در سال 2017 معلوم شد که فعالیت‌های این ستاره اجازه شکل‌گیری و حفظ جو را به سیارات نمی‌دهد. در واقع این ستاره در حال جوش و خروش است. یعنی فعالیت‌های سطحی آن زیاد است که ممکن است بر روی اجرام آسمانی مجاور تأثیر بگذارد. بنابراین آنها را برای موجودات زنده غیر قابل سکونت می کند. جالب اینه که آن سیارات در مقایسه با سیارات منظومه ما بسیار نزدیک به یکدیگر هستند.
سیاره مرکوری که نزدیکترین به خورشید است 39% یک واحد نجومی از خورشید واقع شده است، در حالی که فاصله بین تراپیست وان بی و ستاره اصلی آن فقط 0.1% واحد نجومی است. از آنجا که تراپیست وان یک ستاره نسبتاً کم نور است، کشف آن آسان نیست. کوتوله‌های قرمز مانند آن در سراسر جهان به طور بسیار گسترده‌ای وجود دارند. گرچه ستاره شناسان معتقدند که ممکن است مناطق سردتر که وسیع‌تر هستند و مناطق گرم فشرده با دمای بالاتر از 4000 درجه کلوین در سطح آن وجود داشته باشد. اگر چنین چیزی ثابت شود، نشان خواهد داد که سیارات سیستم به طور مداوم توسط اشعه ماورای بنفش و اشعه ایکس بمباران می شوند که قادر است جو آنها را نابود کند و سطح آنها را کاملا بی ثمر کند. دلیل آن در این واقعیت نهفته شده است که هیچ یک از میکروارگانیسم‌های شناخته شده در زمین قادر به مقاومت در برابر چنین تابش شدید امواج نیستند. اما ممکن است که سیارات جی و اچ بتوانند جو خاص خود را نگه دارند. در حال حاضر تنها امید فیزیکدانان استفاده از تلسکوپ‌های بروزتر برای مطالعه این موضوع است. به عنوان مثال تلسکوپ فضایی جیمز وب که پرتاب آن برای سال 2023 برنامه ریزی شده است. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون آمده باشه و لایک ویدیو را فراموش نکنید و اگر عضو نیستید حتما اون دکمه سابسکرایب را بفشارید و با ما همراه شوید. امروزه سیستم تراپیست بسیار مورد توجه جامعه علمی قرار گرفته است و حتی این انتظار می رود که تمدن پیشرفته‌ای در آن سیارات کشف شود. و این را هم در ذهن داشته باشید که اشکال زندگی در جهان ممکن است بسیار متنوع باشد و ممکن است با تصور ما از زندگی کاملا متفاوت باشد. یعنی قرار نیست همه موجودات هوشمند از قوانین موجود در زمین پیروی کنند و آنها قرار نیست مثل ما باشند. اگر در دهه‌های اخیر علم بتواند جزئیات بیشتری در مورد این سیستم پیدا کند، بسیاری از حدس‌ها و تردیدهایی که امروزه در مورد این سیستم یعنی تراپیست وان داریم به احتمال زیاد پاک خواهند شد. در سال‌های اخیر اخترشناسان توانستند نوعی اشعه بسیار مرموز را کشف کنند. در 50 سال گذشته چندین بار دانشمندان و اخترشناسان توانستند این اشعه را دریافت کنند. در سال 1979 سه ماهواره ولار یو اس که آزمایشات هسته‌ای را روی زمین مشاهده می‌کردند، یک شعله غیرمعمولی اشعه گاما را تشخیص دادند. و در سال 1902 فیزیکدانان تصور می‌کردند که یک تابش الکترومغناطیسی عظیم است که از تمدن‌های دیگر به ما میرسد که هنوز توسط دانش شناخته نشده است. و در سال 1998 تعدادی از دستگاه‌های اندازه‌گیری امواج اشعه گاما موجی در صورت فلکی آکورا را ثبت کردند که منبع آن ده‌ها هزار سال نوری از ما فاصله دارد. و در سال 2004 همه تلسکوپ‌های جهان برای مدت کمتر از یک ثانیه موجی از اشعه گاما را تجربه کردند، عظیمترین انفجار در کل تاریخ. و امروز ما بیش از هر زمان دیگری نزدیک به کشف ماهیت این جسم هستیم. یک مگنتار یک ستاره نوترونی است که دارای یک میدان مغناطیسی فوق‌العاده قدرتمند است. قدرت آن حدوداً 10 تا 13 تسلا است که در اصل تریلیون برابر الکترومغناطیس کره زمین است. همچنین یکی از نادرترین و واقعا خطرناکترین پدیده‌هایی است که تا کنون بشر با آن روبرو شده است. هنگامی که یک ستاره ابرجرم در آخرین لحظات عمر خود قرار می‌گیرد، ابرنواختر رخ می‌دهد. در میان تمامی سناریوهای معتدد که ممکن است بر سر آن ستاره اتفاق بیفتد، تنها یکی از آنها به یک مگنتار ختم می‌شود. بسیاری از شما حداقل یک بار در زندگی درباره دوئل شنیده اید که با چرخاندن خشاب شانس تیر تنها یک از هفت است. دانشمندان هنوز اختلاف نظر دارند که دقیقاً این سناریو چگونه خواهد بود.
طبق نظریه اول، این انرژی درونی ستاره و انرژی چرخشی آن است که بر تشکیل یک آهنربای غول‌پیکر تأثیر می‌گذارد. اگر یک ستاره نوترونی در زمان چرخش سریع ستاره تشکیل شود، انرژی درونی این ستاره و همچنین انرژی چرخشی آن که در چند ثانیه اول بسیار زیاد است، باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی قدرتمند می شود. این فرایند در علم به عنوان مکانیزم دینام شناخته شده است که باعث به وجود آمدن یک مگنتار می شود. اما نظریه دیگری نیز وجود دارد. دانشمندان یک مگنتار را کشف کردند که در حال فرار از کهکشان است و در مسیر فرار خود می تواند به نزدیکی دیگر ستاره ها برسد و از آنها تغذیه کند و بر سرعت و جرم خود بیفزاید. در یک سیستم باینری، ماده از یک ستاره به دیگر ستاره جریان می‌یابد. این منبع انرژی یک مگنتار بالقوه است. این رویداد را می‌شود در بازی بسکتبال دید. درست زمانی که توپ قبل از وارد شدن به درون سبد به دور میله تور می‌چرخد و این چرخش باعث جلوگیری ورود توپ به داخل تور می‌شود. مغناطیس ها در محور خود بسیار سریع می‌چرخند و سرعتی بین 10 تا 1000 بار در ثانیه دارند. ستاره مگنتار بسیار کوچک است. به عنوان مثال قطر آن تقریباً 20 تا 30 کیلومتر است. فقط برای مقایسه قطر ماه برابر با 3474 کیلومتر است. یعنی حدود 173 برابر یک مگنتار. اما آیا می دانید جرم یک مگنتار چقدر است؟ جرمش بسیار بسیار سنگین تر است. در فضا چیزهای زیادی وجود دارد که نهایی ترین و بالاترین پدیده ها محسوب می شوند. انفجارات اشعه گاما، ادغام ستاره های نوترونی، ادغام کهکشان ها با هم و از همه بالاتر سیاه‌چال ها هستند. یک محوطه دایری شکل و سیاه که همه چیز را به داخل خودش می کشد. این تصور همه ما از سیاه‌چال‌ها است که درست هم هست، اما همیشه اینطور نیست. مثلا در اطراف ابر سیاه‌چال‌ها که معمولاً در مرکز کهکشان‌ها هستند، گاهی اوقات اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد. ابر سیاه‌چاله ساجیتاریوس A که در هسته کهکشان راهی شیری هست، در حال حاضر هیچ گونه فعالیت غیر عادی و درخوری ندارد، اما هم نوعانش در کهکشانهای دیگر اینطور نیستند و آنها بازیگوشتر و شیطانتر از ساجیتاریوس A خودمان هستند. داستان کویزارها از آغاز کیهان شروع می شود، حدوداً چند میلیون سال بعد از انفجار بزرگ و یا بیگ بنگ. ابرهای عظیمی از گاز هیدروژن به گرد هم جمع شدند و شکل اولیه کهکشانها را ساختند. در میان این ابرها پدیده‌های جالبی ظهور کردند که کویزارها هم یکی از آنها است. کویزارها یکی از پرنورترین و فعالترین پدیده که تا به حال شناخته شده است و این هم دلیل خودش را دارد. در اطراف این سیاه‌چال‌ها یک دیسک بزرگ از مواد است که با سرعت وحشتناکی به دور سیاه‌چاله در چرخش است و یک دمای وحشتناکتر را از خودش تولید می کند و از آن بیشتر میزان نوری است که در این پروسه تولید می شود که باید بگویم تریلیون ها تریلیون برابر پرنورتر از خورشیدمان است که می شود آن را از سوی دیگر کیهان دید. برای اینکه این پدیده را بشناسیم، اول باید سیاه‌چاله ها را بشناسیم. در اطراف سیاه‌چال‌ها مواد به صورت مستقیم به داخلش سقوط نمی‌کنند و به جای آن به دورش می‌چرخند و به مرور زمان به سیاه‌چاله نزدیک می‌شوند تا به افق رخداد برسند یا همان ایونت هورایزن. و هر چقدر به سیاه‌چاله نزدیک می‌شود، نیروی جذر و مد گرانشی سیاه‌چاله بر آنها بیشتر می‌شود و آن اجرام را به یک خط اتمی تبدیل می‌کند، یعنی یک جریان موادی به باریکی یک اتم، نه بیشتر. و این نیروی وحشتناک میتواند یک ستاره غول‌آسا را به یک رشته اتمی تبدیل کند و آن را به یک دیسک مواد ستاره‌ای تبدیل می‌کند با نام اکریشن دیسک.
نیروی جاذبه آنقدر پرقدرت است که هیچ جسمی نمیتواند حالت خود را نگه دارد و انرژیشان آنقدر زیاد میشوند که با سرعت بسیار زیادی به هم برخورد میکنند و حرکتی با نام فریکشن را میسازند و این خود عامل افزایش دما در اطراف سیاهچاله میشود. یک دمای بسیار بالا، یعنی بسیار بسیار بالا، آنقدر زیاد که اتم‌ها را به انرژی خالص تبدیل می‌کند و نتیجه‌اش تولید مقدار زیاد نیروی الکترومغناطیسی است و تمام موج‌های نوری را می‌سازد، همچون نور مرئی، فرابنفش، موج مایکروویو و فراسرخ، اشعه ایکس و اشعه گاما، و در برخی کویزارهای بزرگ یک جت از مواد با سرعت بسیار زیاد و نزدیک به سرعت نور تولید می‌شود که همین خود باعث تولید موج رادیویی به صورت گسترده و همه جهتی می شود. کلمه کویزار متشکل از دو بخش است، کویزی و استیلار، که به معنای ستاره نما است. ستاره نماهای موج رادیویی و چون در ابتدا به این شکل کشف شدند چنین اسمی را برایشان گذاشتند. علارغم تولید این همه امواج هنوز هم تشخیص آنها کار سختی است. مثلا این تصویر، در سمت راست یک ستاره را می‌بینید که درون کهکشان ما است و تنها چند هزار سال نوری از ما دور است، اما در سمت چپ یک کویزار را می‌بینید که میلیاردها سال نوری از ما دور است. نور این کویزارها آنقدر زیاد است که علارغم فاصله چند میلیارد سال نوری با ما، انگار یک ستاره در نزدیکی ما هست. کویزارها پرنورترین و قوی ترین پدیده در کل جهان خلقت هستند، یعنی رتبه اول را دارند. آنقدر پرنور هستند که نورشان نور کهکشانهایی که میلیاردها ستاره دارند را می پوشاند. حتی کوچکترین کویزارها چندین مرتبه از کهکشان راه شیری پرنورتر هستند و بزرگترین هایشان تا چند هزار برابر هستند. نور ساطع شده از کویزارها در یک حالت کلی به ما میرسد. مثلا نور خورشیدمان به عنوان معیار اصلی قرار میگیرد. کهکشان راه شیری 25 میلیارد برابر از خورشیدمان پرنورتر است و کویزارهایی که صدها هزار برابر پرنورتر از کهکشان راه شیری هستند در قیاس با خورشید میتوانند به یک عدد عجیب و طولانی ختم شوند، مثلا چند صد میلیون تلریون برابر پرنورتر از خورشید که واقعا زیاد است. نیروی تولید شده از خورشید که با نام زنجیره پروتون شناخته می شود و یا پروتون چین، حدودا 0.6% گاز هیدروژن را به انرژی تبدیل می کند که در همه ستارگان تقریبا یکسان است. اما در اطراف این کویزارها این پدیده حدوداً 50 برابر بیشتر است، یعنی چیزی ما بین 6-32% ماده را به انرژی خالص تبدیل می کند. کویزارها مواد زیادی را در هر ثانیه به داخل خودش می کشد، 2 عدد زمین در هر ثانیه و 200 خورشید را در هر سال. اگر در نزدیکی این کویزارها باشید قطعاً تأثیر بسیار بدی برایتان دارد، اما اگر در فاصله دور باشید حتی می توانید مزیت‌هایی را از آن به دست آورید. به تازگی یک پدیده جالب با نام سونامی کویزاری کشف شده است که پر انرژی ترین لحظه یک کویزار است. سونامی کویزاری زمانی اتفاق می افتد که یک کویزار میزان ارتعاشات خود را افزایش می دهد و مقدار زیادی از مواد را با یک انرژی وحشتناک به فضا پرتاب می کند. این موج انرژی با سرعت چندین میلیون کیلومتر در ساعت در فضا پخش می شوند که باعث حرکت ابرهای گازی در دوردست ها می شود و عاملی برای تشکیل ستارگان و سیارات و همچنین فرم اصلی کهکشان ها. اما خوشبختانه دوران کویزارها به اتمام رسیده و به ندرت می شود آنها را در نزدیکی خودمان پیدا کرد، آن هم در کهکشان‌های میلیون‌ها سال نوری دورتر که آنها هم تقریباً از کار افتاده‌اند و مواد خیلی کمی را به داخل خودشان می‌کشند. البته در گذشته اکثر کهکشان‌ها من جمله کهکشان خودمان میلکی وی دارای یک کویزار بودند
اما میلیاردها سال پیش خاموش شده‌اند و آنهایی را هم که می‌بینیم در واقع میلیاردها سال پیش اتفاق افتاده‌اند که نورشان تازه به ما می‌رسد. در واقع تلسکوپ‌ها نوعی ماشین زمان هستند و این سرعت نور است که فاصله این اجرام را مشخص می‌کند. نور بسیار سریع حرکت می‌کند، اما در این چنین فاصله‌هایی برعکس بسیار کند عمل می‌کند. بنابراین هر چقدر نور از ما دورتر باشد، زمان آن جسم به عقب‌تر برمی‌گردد. نزدیک‌ترین کویزار به ما مارکارینا توتریوان هست که با فاصله 581 میلیون سال نوری از ما قرار دارد و همینطور گروهی از آنها را پیدا کرده ایم که آنقدر دور هستند که حدوداً چند میلیون سال بعد از انفجار بزرگ شکل گرفتند. و بر اساس محاسبات دوران حکمرانی کویزارها حدوداً 10 میلیارد سال پیش بوده است. در واقع هنوز هم دانشمندان دلیل شکلگیری آنها را نمی‌دانند، اما هرچه که هست باید به ابرهایی که در اطرافشان وجود دارد مربوط باشد که در گذشته مقدارشان بسیار زیاد بوده است. قطعاً ستارگان و سیارات عامل روشن شدن این کویزارها نیستند. در زمانهای گذشته قسمت اعظمی از کهکشانها را گاز تشکیل می‌داده است و این کهکشانها با یکدیگر ادغام می‌شدند، خیلی سریع‌تر از گونه‌های امروزی، و همین باعث ریزش مواد زیادی به داخل سیاهچال‌ها شده است و آنها را روشن کرد. امروزه اکثر آن گازها به ستارگان تبدیل شده و سیاهچال‌های مرکزشان جثه‌های غول‌پیکری به خود گرفته‌اند و مواد کمتری را به داخل خود می‌کشند، البته اگر چیزی در اطرافشان باقی مانده باشد. و همینطور کهکشان ها هم مثل قدیم با هم ادغام نمی شوند و همچنین نیروی تاریک را هم نباید فراموش کنیم. شواهد نشان می دهد که ادغام کهکشان ها با هم کلید اصلی برافراشتن کویزارها هستند و این برخوردها باعث تأمین ماده مورد نیاز سیاهچالی می شود تا دوباره روشن شود و بدرخشد. به احتمال زیاد زمانی که دو کهکشان اندرومیدا و میلکی وی با هم برخورد کنند، در مرکزشان یک کویزار بزرگ شکل خواهد گرفت. همانطور که در اول ویدیو گفتم، کویزارها منابع امواج رادیویی هستند و در اصل ما آنها را به این شکل شناختیم. در ابتدا ما آنها را نمی شناختیم تا اینکه در سال 1970 تلسکوپ های رادیویی قدرتمند شروع به کار کردند و ما توانستیم آنها را شناسایی کنیم. در ابتدا دانشمندان تصور می کردند که نوعی ستاره باید باشد، اما هیچ ستاره‌ای قدرت تولید همچنین امواجی را ندارند. اولین کویزاری که توسط بشریت ثبت شد 3C273 بود که هنوز هم در کاتالوگ ناسا وجود دارد که در دهه 1960 ثبت شد. در سال 1962 یک اخترشناس استرالیایی توانست مسیر یکی از این کویزارها را بررسی کند. او این نور ستاره نما را در صورت فلکی ویرگو و یا کانستلیشن آف ویرگو پیدا کرد. اما برخلاف ستارگان اطرافش دارای مقدار زیادی موج رادیویی و فرابنفش بود و زمانی که نورش را تجزیه کردند چیزی را دیدند که تا به حال دیده نشده بود. یک خط از نوعی موج ناشناخته که دانشمندان را در بن‌بست قرار داد. اما در سال 1963 یک اخترشناس دیگر با نام مارت اشمیت توانست جوابی برای این معما پیدا کند. او طیف نوری آن پدیده را با تمامی طیف‌های نوری موجود مقایسه کرد و فهمید که عنصر هیدروژن باید عامل تولید آن باشد، اما با کمی تغییر در اندازه موج اولیه، و به همین دلیل بود که کسی آنها را نمی شناخت. و این تغییر کوچک هم تأثیر انبساط کیهان است که توسط نیروی تاریک ایجاد می شود. بنابراین او یک کشف بزرگتر از کویزارها را انجام داد، اما خودش هم متوجه این موضوع نبود و این انبساط باعث دراز شدن امواج می شود و عاملی بر قرمز بودن آن موجها، و به همین دلیل نور آن کویزارها قرمز هستند. این دانشمند فهمید که هرچه که هست نباید از داخل کهکشان ما باشد و خیلی دورتر باید باشد.
و پیشبینی او 2 میلیارد سال نوری بود و کهکشان میزبان این کویزار هم با سرعت 47 هزار کیلومتر در ثانیه در حال دور شدن است و به همین دلیل نورش قرمز رنگ دیده می شود و با همین روش می توانیم فاصله کهکشانها را از خودمان محاسبه کنیم. این کویزار دورترین پدیده‌ای بود که تا آن زمان کشف شده بود که یک سوال را در ذهن دانشمندان می ساخت: چطور یک جسم که چند میلیارد سال نوری از ما دور است همچون یک ستاره نزدیک به ما می درخشد؟ آنها نور این کویزار را مورد بررسی و تحقیق قرار دادند و فهمیدند که این منبع درخشان هر سال به میزان نورش اضافه می شود. در سال 1970 ما شروع به ساخت گیرنده های نور اشعه ایکس و گاما کردیم و این تلسکوپ ها تغییرات هفتگی شدیدی را در این کویزار مشاهده کردند. دانشمندان بر اساس میزان ماده‌ای که در اطراف این کویزارها موجود هستند و میزان نورشان می توانستند به بزرگی آنها پی ببرند. هرچه که هست باید بیشتر از 1200 آو از ما دور باشد، یعنی 20 برابر بزرگتر از فاصله نپتون به خورشید، و تنها چنین چیز بزرگی می تواند درخشندگی به این اندازه داشته باشد. کویزار 3C273 یکی از کویزارهای نزدیک به ما هست که 2 میلیارد سال نوری از خورشید فاصله دارد. چند سال بعد از کشف این کویزار، اخترشناسان توانستند یک کویزار دیگر را هم به همین روش پیدا کنند با نام کویزار 3C48 که حدوداً 3.9 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارد و بعد از چند سال 7 تای دیگر همانند کویزار 3C48 کشف شد. اما هنوز هم کسی نمی داند که چرا و چگونه این کویزارها به چنین حجمی رسیدند. در سال 1973 دانشمندان با استفاده از تلسکوپ های اشعه ایکس این را فهمیدند که ابری که دور این کویزارها هستند ممکن است ستارگانی باشند، یعنی گروه بسیار حجیم ستاره ای. اما همه آنها منتظر ظهور یک دستاورد بزرگ بودند. در دهه 1990 تلسکوپ هابل کار خود را شروع کرد و توانست عکس‌های بسیار دقیق و واضحی را از کویزارها و کهکشان‌های دوردست را به ما نشان دهد. سپس توانستیم 750 هزار عدد کویزار را تا به امروز کشف کنیم. همچون که نور کویزار توسط نیروی گرانش کهکشان‌های جلوتر خمیده شده و باعث شده که یک کویزار همچون 2 کویزار دیده شود. اما در حقیقت کویزارهای جفت و حتی 3 قلو و حتی 4 قلو در فضا یافت می شود که نشان دهنده برخوردهای کیهانی کهکشان‌ها هستند. اما درباره گروه‌های کویزاری چطور؟ در سالهای اخیر اخترشناسان توانستند با استفاده از ادغام چندین عکس از تلسکوپ‌های مختلف به یک گروه کویزاری برسند که در ابتدا در سال 1982 دیده شد، اما دانشمندان فکر می‌کردند که گروه ستاره‌ای است. اما حالا ما فهمیدیم که گروهی از کهکشان‌های فعال هستند که بسیار به هم نزدیکند و با سرعت بسیار زیادی در اطراف خود می‌چرخند و به عنوان یکی از بزرگترین ساختار یک پارچه در فضا محسوب می‌شود. و اینها همان گروه‌های کهکشانی که امروز می‌بینیم هستند و یا گالاکسی کلاستر و سوپر کلاستر. و یادتان باشد که ما این کویزارها را در زمانی که فعال بودند می‌بینیم و امروز دیگر آنها اینطور نیستند. همچون که گالاکسی کلاسترها ساختار فضای امروز هستند، کویزار کلاسترها ساختار فضای آن زمانها بودند و این پدیده به ما کمک می کند تا از راز چگونگی شکلگیری کهکشانها و تمامی مواد در کیهان آگاه شویم. سه مورد از این گروه بسیار معروف هستند و تقریبا همه ما آنها را می شناسیم: کلاوز، کمپوسن و الکیوجی
U1.11 LQG Huge LQG و LQG یعنی Large Quasar Group و به فارسی یعنی گروه بزرگ کویزاری که هر سه این گروه ها در صورت فلکی لئو قرار دارند. در ابتدا کوچکترین این سه یعنی کلاوز کمپوسانو LQG شناخته شد که در سال 1991 دیده شد. این گروه شامل 34 کویزار است که مسافت آن 2 میلیارد سال نوری است که 9.5 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد. در حین شناخت این گروه کویزاری، اخترشناسان متوجه یک گروه دیگر شدند، U1.11 LQG که 38 کویزار دارد و حدوداً 8.8 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد که نزدیکتر از گروه قبلی است که وسعتی به بزرگی 2.5 میلیارد سال نوری دارد که نصفش در صورت فلکی لئو است و نیم دیگرش در صورت فلکی ویرگو قرار دارد و یا کانستلیشن آف ویرگو. نهایتاً بزرگترین این گروه با نام هیوج LQG دو سال بعد از کشف U1.11 LQG کشف شد، اما این یکی متفاوت از آن دو است. شامل 73 کویزار است که وسعتش فراتر از 4 میلیارد سال نوری می باشد و حدوداً 9 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد که در صورت فلکی لئو قرار دارد. اما دانشمندان متوجه چیز جالبی شده اند. یک نیروی عجیب در این میان وجود دارد که تمامی این گروه ها را به نوعی به همدیگر متصل نگه می دارد. اما چون اینها خیلی دور هستند، تقریبا غیر قابل تشخیص هستند و تا همین لحظه که این ویدیو را تماشا می کنید هیچ گروه دیگری بزرگتر از این سه یافت نشده است. اما چرا چنین پدیده هایی باید وجود داشته باشد و چه عاملی باعث شکل گیری آنها شده است؟ شاید چنین گروه های بزرگ کویزاری نشانه ای از وجود یک کیهان بسیار بزرگتر از آنچه که ما تصور می کنیم است. کویزارها پدیده های بسیار نادری هستند، البته در قیاس با دیگر پدیده های آسمانی که به علت نبود تلسکوپ های قدرتمند ما نمی توانیم اطلاعات بیشتری را به دست آوریم، البته تا الان. در آینده خیلی نزدیک نسل جدید تلسکوپ ها کار خود را شروع خواهند کرد، همانند جیمز وب تلسکوپ، و شاید در آن زمان بتوانیم راز این پدیده فراتبیعی را آشکار کنیم.